سلام به همگی، من هامون کلاوری هستم و امروز اینجا هستیم که یه آموزش خیلی جالب و مفید داشته باشیم براتون. این آموزش برخلاف آموزش های قبلی من یکم متفاوت تره و شاید پروژه محورتر به حساب بیاد و یه جوری بتونه آینده شغلی شما رو اصلا تغییر بده. شما هر چقدر مهارت داشته باشید، چقدر هر چقدر به قولی بگیرید مبتدی باشید یا پیشرفته کار بکنید، بالاخره نیازمند ارائه کارتون هستین، ارائه رزومتون هستین و اینکه بتونید با کارفرما مخصوصا افراد دیگه ای تو حوزه بیزینسی ارتباط برقرار کنید، بتونید کارتون رو گسترده تر و بهتر انجام بدین. همه شما معمولا تو اینستاگرام هستین، پیج اینستاگرام من خاصی میتونید فالو بکنید، این اسم یوزر من هستش، علاقه هم بودین میتونید فالو بکنید. اینجا خب من نمونه کارامو گذاشتم، میبینید که من 140 تا پست گذاشتم، در واقع دیسکریپشنی توی بایوی خودم گذاشتم در مورد کاری که انجام میدم و مهارت هایی که دارم، پست هایی که میذارم، چند تا هایلایت و اینا. این الان پیج اینستاگرام منه، من اینجا خیلی پست گذاشتم و معمولا هم پست های من برمیگرده به نمونه کار و اینجور چیزا، خیلی چیز شخصی من نذاشتم اینجا. بگذاریم، نکنید من اینجا کارامو انجام دادم، خب خدا رو شکر مخاطب خودم هم دارم، ولی خب اینستاگرام محیط حرفه‌ای نیست برای شیر کردن و پخش کردن و به قولی ارائه کارهای خودم، چون اینستاگرام جنبه های مختلفی داره، نمیشه صرفا روی اینستاگرام ساپورتش حساب کرد و اینا، چون اینستاگرام کلا یه محیط جدا از بیزینسی، نه محیط فانیه که همش همه کلا دنبال کارهای تفریحی و نمیدونم خوشگذرونی این چیزا هستن، خیلی نمیشه روش حساب باز کرد. ولی خب اگه بخواین یه جوری دیگه داستان رو نگاه بکنین و به قولی رزومه خودتون رو بالاتر بگیرین، چند نفر وقتی شما رو میبینن بگن آقا فلانی حرفه‌ای تره، مثلا خیلی فعالیت مداوم بهتری داره، به شما پیشنهاد میکنم در کنار اینستاگرام لینکدین هم استفاده کنید. لینکدین چیه؟ لینکدین یه برنامه هستش، یک به قولی اپلیکیشنی هست که به قولی سایت هم خوب قطعا داره به نام linkedin.com که ما رو صفحه اصلی وبسایتش هستیم، یک اپلیکیشنی به حساب مثل اینستاگرام که شما هم میتونید از کامپیوتر، هم از موبایل و هم از تبلت و کلا در واقع سیستم عامل های مختلفی از قبیل iOS و اندروید و اینا واردش بشین و استفاده بکنید. یه محیطی مثل اینستاگرام ولی در حوزه حرفه ای، شما اونجا رزومه خودتون رو می‌نویسید، نمونه کارهای خودتون رو آپلود می‌کنید و دیگه مباحث دیگه توش دیده نمیشه، مثلا عکسای خصوصی و این جور چیزا. شما فقط توی پروژه خودتون دارین کار انجام میدید، فقط توی محیط کاری خودتون هستین، مثلا سابقه کاری خودتون رو می‌نویسید، بعد مثلا نمونه کارهای خودتون رو میذارید و هر کاری که به قول من الان اینجا انجام دادم و نمونه کارامو گذاشتم عینا همین داخل لینکدین هم میذارم. فقط تفاوتش اینه که توی لینکدین شما اطلاعات بیشتری از طرف مقابل دارید، از قبیل سن و سابقه کاری و مهارت ها و زبان هایی که بلده، اینا خیلی تأثیر گذاره و طبیعتا این رو بهتون بگم توی قرن 21 مخصوصا سال 2020 که گذشت، الان وارد سال 2021 شدیم، اگه بخواین یه جای حرفه‌ای کار بکنین، اهم از جاهای خیلی لوکس و جاهای درستابی که تشریفاتی هستن مخصوصا، و همچنین از همه مهمتر بخواید مهاجرت بکنین مخصوصا به شکل اسکیل ورکر به کشورهایی مثل آلمان و کانادا و جاهای دیگه، حتما باید لینکدین داشته باشین. اگه لینکدین نداشته باشین شما رو حداقلش توی صفحه انتظار بیشتر نگه میدارن و میرن سراغ اولویت هایی که مخصوصا کسایی که لااقل لینکدین رو دارن. لینکدین توی فضای اینترنشنال خیلی به شما کمک میکنه. بگذاریم، خیلی سرتون رو در نمیارم، فقط برین لینکدین رو سرچ کنید، میتونید فارسی هم سرچ بکنید، مسئله نداره. این وبسایت لینکدینه، اسپلش هم اینجوری linkedin.com، شما اینو سرچ بکنید و اینجا اکانتتون رو بسازید. اگه اکانت دارید مثل من که خب ساینین رو میزنید وارد کارتون میشین، اگر ندارین جوین آس رو یا به قولی جوین ناو رو بزنید، من اشتباهی گفتم جوین آس. اینجا ایمیل میخواد از شما، راحت ایمیلی میدین، یا اگرم ایمیل خب قطعا میخواین یه سره کار انجام بدین، خیلی راحت همینجا میزنین جوین ویت گوگل و یه سره با همون ایمیل پسوردی که برای ایمیلتون گذاشتین کار انجام بدین، که من کار قدیم انجام دادم و کافی ساینین رو بزنم و اینجا یه دابل کلیک بکنم پیج من ساینین میکنم و وارد لینکدین میشم. اینجا یه سری اطلاعات گذاشته چیزای من که میگه که به قولی اینفورمیشن کارتو اوکی بکنی، کانفرم بکن که این اینفورمیشن اطلاعاتو دادی، خب ایمیل من اینا که شماره موبایل منه، کانفرم میکنم و این وارد اکانت لینکدین هم شدم. این اکانت لینکدین منه و خب لینکدین یه محیطیه مثل اینستاگرام، شما مسیج میتونید بدین به صورت دایرکت و خصوصی و معمولا میدونید مثلا اگه شما یه نمونه بخوام مثال بزنم، شما
یه 4-5 تا تب اینجا داره. اگه این تب می رو بزنید، اینجا ویو پروفایل رو بزنید، پروفایل خودتون نشون میده. من الان هلوش بکنم 206 تا کانکشن دارم. 206 تا کانکشن در واقع حکم هم حساب کنید فالوور اینستاگرام. با 206 نفر من اینجا در ارتباط هستم. ولی لینکدین یک سری قابلیت ها داره. شما اینجا پستی بذارید، نمونه کارهایی بذارید، یا کارهای خاصی انجام بدید، مثلا زبان هایی که بلد هستین، کارهایی که انجام دادین، پروژه هایی که انجام دادین، میتونید همه رو داخل لینکدین شما بذارید و یک جورایی رزومه آنلاین شما هستش. اینجا مثلا نمونه کار اباوت در مورد خودتون مینویسید که بهتر انگلیسی بنویسید، چون کار شما کلا بین المللیه و شما در حوزه یک فاز بین المللی داری قدم برمی‌دارید مخصوصا داخل لینکدین. و نتورک کانکشن، مای نتورک، اگه شما روش کلیک بکنید، کسایی هستن که مثلا به شما پیام میدن یا کانکشن به شما میدن، به شما به قولی پیامی چیزی میدن، اینجا میاد توی اینجا توی مسیجینگ هم قطعا پیام هایی که دایرکت شما خصوصی به کسی دادین میاد. و نوتیفیکیشن هم که در واقع همه اطلاعاتی هستش که میزن، کسی مثلا پستی آپلود بکنه میاره، کسی به قولی انیورسری یا همون سالگرد کار کسی باشه اینجا همه رو میاره، مثلا اینه که مثلا شخصی یک سال الان داره در فلان شرکت کار میکنه، همه اطلاعات میاره. و از قبیل یه سری چیزای دیگه هم هست، تاریخ تولد شما رو مثلا نشون میده. مثلا این خانم اینجا هست، مثلا چیز کانکشن من سر گلشهر، مثلا اون تاریخ تولدش گذاشته، گفته تولد مثلا چی 10 فوریه بوده. اگه علاقمندی مثلا بهش بگی سی هپی برثدی، اینو بزنی برای دایرکت پیام خصوصیش براش پیام تبریک میده. یا مثلا اینجا من پستی گذاشتم کسی لایک بده به من، یا همه رو میاره. میبینید کلن این شکلیه، این محیط لینکدین هستش، این محیط حرفه‌ای هسته. شما همینجا دقیقا میتونید مثل اینستاگرام هشتگ بذاری و این پروژه بیشتر دیده بشه و نمیدونم کسی رو تگ بکنی، یا مثلا داخل گروهی فعالیت بکنی، گروهی بزنی، همه اینا داخل لینکدین در واقع تاثیرگذاره. و اگه روی خود لوگوی لینکدین هم کلیک کنید، صفحه اصلی رو میاره. اینجا در واقع آخرین پست ها و آخرین مطالبی که گذاشته شده میاد. اگه بخواید پستی بذارید خیلی راحت با کلیک کردن میتونید اینجا پست بذارید. مثلا اگه تکست هستش فقط تکست بنویسید، اد هشتگ میتونید هشتگ اضافه کنید، یا عکس و فیلم و اینا دیگه میدونید دست خودتونه، اعتراض دارید. خیلی ساده میتونید پست آپلود بکنید و کاراتون اینجا انجام بدید، یا لایک بدین، کامنت بذارید، شیر بکنید، برای کسی بفرستید. اینا هم این دقیقه همون امکاناتی هست که داخل اینستاگرام یا همون حتی توییتر هم شما دارید. ولی تفاوتش فقط اینه که شما توی یه محیط حرفه‌ای هستید و اینجا دیگه فقط شما باید رزومه‌تون رو بنویسید و کم کم چیز میزا رو به قولی جمع بکنید دیگه. و این خب تاثیرگذاره رو کار شما. اکسپرینس های من هستش اینجا. بعد اسکیلز اند اندورسمنت من اینجا هست. مثلا اینجا من شما چی اد نیو اسکیل میزنید، یا شما مثلا چه کارهایی بلدی انجام بدید. مثلا مینویسید ریکوردینگ، مثلا اودیو ریکوردینگ، استودیو ریکوردینگ، لایو ریکوردینگ، مثلا میزنم استودیو ریکوردینگ. اینجا الان اوکی شد. من اگه ادو بزنم، ادو میزنم، این رفت توی مهارت های من، استودیو ریکوردینگ اینجا اومد. بعد اینجا کلا ابزارهایی هست که من بلدم، مثلا افتر افکت بلدم، اتوکد بلدم، فتوشاپ بلدم، سی شارپ مثلا محدود کار کردم. بعد اینجا شما مثلا حتی وقتی یه مهارتی آپلود می‌کنی و میذاری که من فلان کارو بلدم، میتونی حتی توش مثلا رفیقاتون میان شما رو ایندورس بکنن، یا به عبارتی شما رو تایید بکنن که بگن آقا مثلا فلانی چی بلده اینو. من خودم مثلا به نوبه خودم اینو تایید می‌کنم که اینجا مثلا اعداد مختلف میاد اینجا. بعد از طرف دیگه این نکته جالب بهتون بگم اینه که لینکدین، این حواستون حتما باشه، هر وقت اکانت کسی رو شما برین باز بکنید، یه ویوی کوچیک بکنید، حتی برای 2-3 ثانیه برای طرف نوتیفیکیشن اینجا میره که فلانی اکانت شما رو چی دید زده. ببرم مثلا اینجا فلانی نکنید، 2 روز پیش این آقا مثلا اومده اکانت من رو دید زده یا یه ویو کرده. اگه وقتی این مسائل حساس هستین بهتون بگن، که البته کلن حالا چیز خاصی نیست، ولی خب یه عده کلن میدونید یکم حساسن، گفتم بگم جز مسائلی هست که بگم. خلاصه سرتون رو درد نمیارم، به همین سادگی شما داخل لینکدین فعالیت میتونید بکنید و از طرفی حتی میتونید لینک لینکدین خودتون رو ناگهان لینک لینکدین به اسم هامون کلاوری مثلا من اینجا دارم، کانتکت اینفو رو بزنید، یه لینک رو کپی بکنید بذارید مثلا چی توی بیو اینستاگرامتون. حالا من اینجا تو بیو خودم چی لینک یوتیوب خودم گذاشتم، شما باز دست خودتون میتونید وقت اگه تو لینکدین فعالیت میکنید لینک لینکدین رو بذارید، اگه تو یوتیوب هم هستین خب اگه ارجحیت داره برای لینک برای یوتیوب لینکدین رو بذارید، مسئله ای نیست. ولی کلا گفتم سعی کنید کانکشن بالاخره ایجاد بکنید، به همین سادگی میتونید استفاده بکنید. و حتما یه نکته دیگه هم بگم آخر کار،
عکسی که دارین تو پروفایل لینکدینتون میذارین که عکس جمع و جور باشه، صورتتون قشنگ معلوم باشه. من معمولا میذارم عکسای دور از خودم میذارم، عکس اینستاگرام من خودم منم میبینین کنن قرار دوره، اصلا چهره معلوم نیست، کلا خیلی برام مهم نیست. ولی تو لینکدین چون بیشتر مهمه و مخصوصا فیس تو فیس، ارتباطی که طرف مثلا بفهمه قیافش چجوری، چهره چجوری، بالاخره جزء مواردی که تاثیرگذاره توی مثلا ارتباط کاری، طرف حتما باید عکس چهرهش رو بذاره. و همین دیگه. اگرم عکس آتلیه داری به صورت استودیویی از شما گرفتن که بک‌گراند سفید و اینا، چه بذارین که چه بهتر. میتونم تو گفتم بهتون بگم، امیدوارم لذت برده باشید و حتما از لینکدین استفاده کنید. اگه هم لینکدین زدیم ما رو فراموش نکنید، یه کانکشن کوچیک برام بفرستید، ما رو اکسپت میکنیم، نگران نباشید. خلاصه امیدوارم خسته نباشید، حتما کانال یوتیوب منم سابسکرایب کنید، هامون کلاوری به همین اسم، و کانال آپارات منم دقیقاً همین عیناً هستش، فقط فارسی. امیدوارم لذت برده باشید و به کارتون بیاد و از لینکدین نهایت استفاده رو ببرید. خدافظ.